انمی از ایمیجین دراگون. می‌خوایم این آهنگ رو بررسی بکنیم، اینکه چطوری نوشته شده، چه چیزایی جالب توجه توی نوشتن این آهنگ و بخشای مختلف این آهنگ رو بهتون نشون میدم. از اینکه ویدیو رو ببینید، اول به من بگید که شما چه آهنگای دیگه ای رو تحلیل بکنید و بیایم اینجوری جز جزشون بکنید که کمک میکنه شما هم آهنگ بنویسید. به طور کلی یه آهنگ خیلی خیلی ساده، خب برای یه مبتدی بخشای رو از جمله اینترو داره. شو قسمت شروع یه آهنگه که یه توضیح مختصری در مورد آهنگ میده، یا اینکه میتونه مفهوم آهنگو توش گنجونده باشه. مثلا این آهنگ برای چی نوشته شده؟ مثلا توی آهنگ انمی اولش خواننده اصلی آهنگ میگه look out for yourself، که حالا این اینترو آهنگه و در طول آهنگ سراسر داره پخش میشه. که اونطوری که حالا گفتم این موضوع آهنگو میخواد نشون بده. گفته خود دن رنالد درباره اینه که ما توی دنیای زندگی میکنیم که آدم حتی به خودش هم نمیتونه اعتماد بکنه، و دن رنالد اول آهنگ با این جمله شروع میکنه که مراقب خودت باش. Look out for yourself. ورس داستان آهنگو شروع میکنه به توضیح دادن. ورس شامل جزئیات آهنگ و داستان آهنگ میشه و مثل یه راوی میمونه که داره برای شما داستان تعریف میکنه. یه آهنگ میتونه چند تا ورس داشته باشه یا اینکه فقط یه ورس داشته باشه. میگه که من پشتم به دنیایی که وقتی اینوری بودم داشت لبخند میزد. یعنی دیگه خدا میدونه وقتی پشتم به سمت آدم از پشت سرم چه رفتارهایی دارن. سه اول آهنگ این شکلیه. I wake up to the sound of silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told from my back is to the world. قسمت بعدی پری کورسه، قسمت قبل از کورس. کورس اوج آهنگه. پری کورس شما رو برای اوج آهنگ آماده میکنه. They tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. داره یه آماده سازی میکنه توی ذهن شما که بیاد اوج آهنگ اصلا داستان بگه از چه قراره برای شما. حالا داستان چیه؟ عجب بدبختی داریم، همه میخوان دشمن من باشن. Everybody wants to be my enemy. اوج آهنگ تموم میشه، دوباره ورس دوم. البته ببخشید من این آهنگو تا حالا خیلی کم گوش دادم، برای همین نمیتونم درست بخونم، ولی خب words up on a wall از اینجا شروع میشه تا spitting a mic. The words up on the wall as you praying for my phone and the laughter in the hall. بعد دوباره پری کورس و کورس رو داریم اینا به کنار. حالا میرسیم به بخش مورد علاقه من از این آهنگ. همه آهنگام این بخش رو ندارن، به نام بریج. بریج معمولا حالا یه ملودی متفاوتی داره از بقیه آهنگ. معمولا میاد یه نکته ای که شما بهش توجه نکردید توی آهنگ نشون میده. یا اینکه بعضی وقتا میاد اصلا از یه زاویه دیگه به آهنگ نگاه میکنه، یا اینکه میاد نتیجه گیری توش انجام میده. بعد از بریج معمولا یه کورس رو میارن و بعدم بعضی از آهنگا با اوترو تموم میشن، که یعنی دیگه خدا نگهدار وسایلت رو جمع کن، آهنگ تموم شد. توی ورژن این آهنگ که رپر داره، بعد از کورس یه رپر هم داره که حالا ورس سوم آهنگ حساب میشه. بریج این آهنگ ولی اینجاست که میگه They say pray it away, I swear that I'll never be a saint, no way. They say pray it away, I swear that I'll never be a saint, no way. He cannot be, she cannot be, they cannot be changed, but keep on praying. Goodbye. دعا بکن، از خدا بخواد که اوضاع برات بهتر میشه. من میگه که نه، من این کارو نمیکنم، من هیچ وقت نمیتونم اون آدم خوب باشم. آدمایی که دور و برمون میبینیم با تمام بدیاشون هیچ تغییری نمیکنن. یعنی تو تمام سعیتو بکن اینا رو عوض بکن، بگو آقا من ناراحتم فلانم، هیچ تغییری توشون ایجاد نمیشه. واقعا داره کسی بهت ضربه و آسیب میزنه، حذفش کن. هیچ مشکلی نداره که آدمایی که از تو خوششون نمیاد یا آدمایی که بهت آسیب میزنن یا آدمایی که ازت حمایت نمیکنن و از زندگیت بیرون بکنی. چون اگه فقط به امید این باشی که یه روز اینا تغییر پیدا میکنن و آدم خوبی میشن، بعد با خود واقعیت خدافظی بکنی. اینا بخشای آهنگ بودن که یه ترتیب دیگه خیلی خیلی تکراری که توی همه آهنگا هست، یه دونه ورس، یه پری کورس، یه کورس، دوباره ورس، پری کورس، کورس، بریج، کورس و حالا اوترو یا همون تموم میشه دیگه آهنگ. یه آهنگ ساختارهای مختلفی داره، چون میتونه چینشش اینجوری باشه یا اینکه چینش میتونه جوری که شما میخواید باشه. به شخصه هیچ وقت حوصله ندارم خودم همه این چینشا رو به ترتیب انجام بدم، ولی خب به نظر من آهنگ جالبه که تو انقدر خلاقیت داشته باشی که مثلا بیای یه ورس داشته باشی کورس نداشته باشی، مثلا ورس داشته باشه و یه بریج داشته باشی. یعنی بیای خلاقیت تو آهنگ به خرج بدی، از ساختاره یک شک پیروی نکنی، چون الان دیدید که همه آهنگا شبیه هم شدن دیگه. این بستگی به شما حال و هوای آهنگتون هم داره که چطوری آهنگتون رو بچینی، چطوری تمامش کنید، چطوری شروعش بکنی. خب بچه‌ها، این بود از تحلیل آهنگ، گفتن ساختار آهنگ و توضیح دادن بخشای از آهنگ انمی از ایمیجین دراگونز که خیلی آهنگ خفنیه، کلی معروف شده. حتما بگید که دوست دیگه چه آهنگایی رو با هم تحلیل بکنیم. اگه به دردتون خورد حتما به من بگید.